سلام و وقتتان بخیر بیننده های خوب تلویزیون آریانا. شما بیننده اولین گزارش ما از منطقه بینیسار شهر کابل هستین. از چند ماه و چند هفته به این طرف اهالی منطقه بینیسار تماس داشتن با ما که بیایم صدایشان به گوش مسئولین برسانیم. ای که صدای از اینا چگونه محتوا داره از خودشان میشنویم، اما صرف همه قدر شما بیننده هستن میبینین که دو وسیله ساختمانی کار میکنه در این سرک که نزدیک برج برق بینیسار یا مسجد بینیسار است و یک تعداد خانه هایی که در این منطقه بوده تخریب شده. همچنان شما او طرف را بیننده هستن میبینین که او طرف همچنان تخریب شده از طرف شاروالی کابل، به دلیل ای که اینجا سرک وسعت پیدا میکنه، عرض سرک زیاد میشه و او دلیل خانه های از اینا را چپک کردن و از بین بردن. میگن که ایواز از ای باید براتون پول بتن، بر از اینا وعده شده بود که پول باید بتن، اما آن قسمی که این مردم میگه وعده شده بود برشان که سر هر متر مربع اینقدر پول برشان میتن، اما حال از وعده خود اینا گشتن، میگن که وعده خلافی کردن با ما، مقدار نصف او پول را که با ما وعده کرده بودن او پول را بر ما نمیتن. خوب است که بیشتر جزئیات را از اهالی منطقه جویا شویم و ما امید میبرم که مسئولین ریاست اراضی ها فکر میکنم است اونا هم بیننده گزارش ما باشن و همچنان مسئولین شاروالی کابل همچنان بیننده ما باشن و بعض ارگانهای دیگه حکومتی که دخیل هستند در این کار اونا هم بیننده باشند. اگر واقعا کدام کار صورت گرفته که به نفع مردم نیست یا مردم خوش نیستن یا کار غیر قانونی صورت گرفته از طرف کسانی که مسئولین آگاه نیستن، اونا جلوگیری بکنند. اگر نی که اینا آنچه میگن که در تضاد با قانون قرار داره، هم روی از این موضوع صحبت بکنند. سلام، صبحتان بخیر. برام خدا و عرض سلام. نام مجمل قصاب است، نماینده از این مردم هستم که خانه شان متضرر شده، سرک میرن. بسیار خوب. امیر نایه اشت و این منطقه منطقه بینیسار است. منطقه بینیسار. امیر برام ببین که از چه زمان را شاروالی آمد، نایه اشت آمد به شما مراجعه کرد که ما میخواهیم که سرک وسعت بتیم، ارزش را زیاد کنیم و خانه های شما تخریب میشه، ایوازش براتون پول میتیم، زمین میتیم. امیر قصهش اگر بکنی برام. مدت یک سال میشه که نمیاد، اما برای ما راپورت که ما سرکار خانهایتون را تخریب میکنیم و در مواجهت آمد کردیم. ما قسم کرد قرآن کرد فی بسوی فی متر مربع 13800 افغانی که یک بسوی 100 متر مربع میشه، 13800 افغانی به شما ما از اینا میپردازیم و حاله تا اونو استقامت شما 13800 که گفت برای شما میتیم سر عرب بسف زمین. آه. درست است؟ باز شما کدام سند کدام خط دارین از بله صاحب، اینی فیصله شاروال است، اینی امضای شاروال است. خب دقیقه نبیتونه ببینید شما و اینی فیصله محکمه است که ما یک تعداد خانه ما را که تمام اسناد تای مراحل شده و به سوی 13,80 را که من مبلغش هم میخوانم که یک متر 75 سانتی متر مربع است 25,49,624 پا افغانی می شود و حال ایره که کاملا کار از این خلاص است. ببخشید چقدر زمین است اینجا؟ 175 متر مربع. ببخشید من میره بخوانم به اساس مکتوب نمبر 11 مورد 1398-124 ریاست محترم استملاک شاروالی کابل موازی 170 متر مربع زمین واقعی مسیر سرک کابل لوگر مندرجه اینقه مرتبه اینقه مربوط محکمه حوزه پنجم میشه تحت استملاک قرار گرفته. اینجا مربوط پنجم میشه قرار گرفته از شخص حقی مبلغ 25,49,624 افغانی بالای دولت به فروش رسیده است به اساس حکم ماده 30 با رعایت بند یک. خب خیر ایشو میمانیم. مقدار از این بود 25,49,624 پا باید بته. باید بته. 170 متر بوده. 175 متر مربع. 175 متر مربع است. گفته شده اینجا که 25,49,624. درست؟ حالا چقدر میگن؟ فیصله محکمه است. حکم خدا حکم قاضی یکی از او بدر.
ایره که فیصله کده آل ما ایسان ما را میگه ما به سوی 5 لک و 7000 افغانی برای شما ما یک بام و دو هوا ساخته اگر نایه سرد نایه 8 تا قلعه وزیر است امیران یک دفعه نشان بتون برای دوستا یک دفعه نشان برای دوستا این هم فرمان تصویر. شاروال امضایش دولت جمهوری اسلامی افغانستان ستر محکمه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل آمریت ثبت اسناد وثایق حوزه پنجم مدیریت عمومی تحریرات آنچه که پیشتر نوشته کردم زیر عنوان امی نوشته است و همچنان تاپه شده ریاست عمومی عواید و همچنان اینی جمهوری اسلامی افغانستان آمریت ثبت اسناد وثایق حوزه پنجم اینا هم تاپه کردن ببخشین اینجا یک امضا است که است با احترام قضاوتمند ریحان الدین برهانی آمر ثبت اسناد و وثایق حوزه پنجم شهر کابل امی مقدار پول را که گفتن اینی کسا تاپک اینی کسا امضا کردن و اینی دو ارگان مهم حکومتی همچنان تاپک کرده خب اینجا کپی قواله و غیره همچنان از اینجا شاهده یک از همچنان اینجا است کجا شاهده کاکا؟ که خیر میگذاریم برادر خند یک بام و دو هوا ساخته یادم 25 لک گفته بود حالا 25 لک چند میتر؟ حالا 25 لک ربرا فقط 3 سب به سوی 5 لک 7000 هم میده که به سوی متر مربع 5000 7 افغانی میشه در حدود 8 لک یا 9 لک را میشه و سایه نایه 8 سایه نایه 8 تا قلعه وزیر است نه مربوط به کوچه لغمانی نه مربوط به ولسوالی بگرامی نمیشه گیره از تا چراسی ها به سوی 5 لک و 7000 روپه برای ما تعیین کردن این عده لوگر ببینید مردم پشتو زبان است از خوست پکتیا است و یک نماینده دارن و ما این 4 نفر که فارسی زبان هستیم حالا ما طور یک گپ شده باش من میگم هم میزنم باید نشیر کل مردم ببینید فکر میکنید موضوع تعصب هم است؟ حتما اگر نباشد چرا یک بام و دو هوا این خونه میشه اگر سایه بینیسارت یک بس زمینه بده یک جای برمد از 6 لک بده زمین از اوبر این زمین خانه ای که میره خانه ای که میره تقریبا 20 مترش در سرک میره ولی چیز کرده یک بس یک کنیم بده کلش هم میبره آیا دیگه ایزره کدام خاصب میگیره ایره کی میگیره باید برای صاحب ملکیت بانه و در زمین دیگه می خانه ما مردمه که چپه میشه کردیم ما گفته که ما تو را پس زمین نام میدیم ای درک نمیده نداره رئیس نه عمل کرده ما قرآن گل قسم گفت تا که خشت تانه چپه میکنیم تا توان تانه ده ما چپه نمیگیم شخصا خودم میگم 4 لنجر نفر آورده خانه مرا من 2 ماه کار از یار استاد کرده بودم به زور خود چپه کردن خانه مرا به زور خود چپه کردن مرا کل مردم در تلویزیون نام و مجمل قصاب رئیس صاحب نهایت تو هم ببین مرا این طرفه مردم ببین من نماینده از این مردم هستم سایر سرعت نایه 8 از تانگلوگر الا کارتبقه با خودی اینی استقامت است نه پوزه بینیسار باز چرا یک بام دو هوا ساخته تا او استقامت عده لوگر به جای آرد شما مین سرای است نماینده داره از خود بکتی هست اونا را قرض نگرفتن اونا را به سوی 13 لک 80 داره به تاوان میده اونا را چرا چپه نکدن تانوز نکد از ما که خانه والد وزوردار است ما که خریب بیچاره تیم تصویر از اونا را ببینین دوستا اونو قسمت که به جای آرد است اونا را تانوز چپه نکردن مارکیت است سرای است دکان ها است آرد فروشی است موارد ارتزاقی و فروش میرسه اونجا یک سرای خیلی کلان است اونجا تصویرش میبینیم که تا هنوز تخریب نشده اما از اونجا تا اینجا بعض خانه‌های دیگه این کوتای خاک و سنگ هم شما میبینین خانه‌های دیگه که اینجا است تمامش تخریب شده دو طرفه سرک تخریب شده خب میگن که موضوع ما موضوع تعصب باید یادآور هم نشیم اما اینا همونطور یک چیز یادآور میشن با امید از اینکه مسئولین در این راستا آیت تعیین بکنن و بیاین تحقیق بکنن که اصل واقعیت چی است خب شما صحبت بکنین سر ما سلام سلام علیکم بگوین نامتان نام میرحمت قانی تخلص میکنم بسیار خوب شما هم از جمع کسان هستین که در این منطقه زندگی میکنید بله در منطقه زندگی میکنیم ما چیزی که میخوایم همی است که همی دادخواهی مسئله اول مطرح هست که باید دادخواهی شو از مردم با این مردم فقیرترین مردم ششکوری کابل همین مردم است خانه شان آمدن تخریب کردن گفتند قبول میکنیم به خاطر از اینکه مردم هم نیاز به این دارن که سرک کلان شود این خواست مردم هم بجا هستن اما گپ دولت لبای گفتن مردم قبرستان خود از اینجا کشیدن به اصحاب آرام بردن بیچاره به رقمی که بود انتقال دادن این مشکل به گردن گرفتن خانه شان ویران شد ولی حال به دادخواهی نیاز دارن که حداقل
بتونن امی به حساب بدیل کار پیدا بکنن. مثلا خانش ویران میشه، او هیچ توان دیگه نداره. حالا برزی یک بدیل به کار است یا نیست؟ بله، یا خانه یا پول که دیگه جای بره سرپناه پیدا بکنه. بر عنوان یکی است که قناعتش فراهم شوه. او میگه که امی سرک کلان شوه به خاطر از اینکه آبرو و عزت مردم ما چهار ولایت میشه گشت و گذار داره، اینو میپذیره. یعنی مانع پیشرفت نمیشه مردم؟ نه قطعا، اگه میشدن سعی کنین اولین کاری که است از لحاظ رسم و رواج سنت جامعه ما، ما را گفتن قبرایتون را بکشین، ما مردای خود کشیدیم 20 ساله 30 ساله مردا را بردن دوجه. بیبی یک کار عجیب و غریبه بده از لحاظ سنت جامعه. آمدیم سر مسئله دوم که اینی خانه‌های مردم که ویران شده کل از یا به خدا قسم است یا مامور دولت هستند یا کاتب هستند یا سرکاتب یا دشاروالی کار میکنند. توان اقتصادی هیچ توان ندارند. اجازه بتین من میگم گپ شما را. و بسیاری از توان کرایه دادن هم ندارند واقعا، چون ناتوان هستند، وضع اقتصادشون خراب است. امیدوار هستم که از طریق رسانه شما پیام قسمی برسه به دولت که حداقل متوجه شوند این مردم وزیر ندارند، کلانتر ندارند، کلان به این معنا که قدرتمند دولتی باشه، قماندان قوی ندارند که از یخن دولت بگیرند. مظلوم مردم هستند، بیچاره مردم هستند، دینمی زندگی قناعت کردند. آل به دادخواهی نیاز دارن، که در اقل کسی باشه که بیای بازخواست بکنه، پرسان بکنه که واقعا مردم در چی وضعیت است، چرا اعتراضتک مثلا طول سرک عرصه همی چیزا. بله، این موضوعات هم من یادآور شدم، دوست ما را یادآور شد، شما هم یادآور شدین. یک مسئله شما در این مورد بگوین برای ما که دو موتر اینجا استاد کردن، چقدر وقت میشه کار میکنن، کارشان به کندی پیش میره و یک تعداد گفتن اینجا بسیار خاک است و برای وجهی که خاک است بسیار سر صدا انداختن اینا. بله، یکی خو این قرارداد از یک قسم است، این قراردادی است. در قرارداد از یک قسم است، وقتی که میاد در ساحه کار میکنه، اولین کاری که میکنه مسئله صحت و خاکباتی که بار در نظر میگیره، او پاشی میکنه. یا 8 ماه 9 ماه که کار میکنه، ما خو یک روز موتر او پاش ندیدیم. یک بار غیر از اینکه سر صدایش مزاحمت میکنه برای مردم، میگه پو مسائل چیز، مسائل خاکبات، میگه پو اینجا مکتب است، کلی مردم مریض دیگه دیگه این چیز در نظر نگرفتن اصلا، اینو کنترل کس نمیکنه، یه نمیه هر رقمی کس بهدار کارشون کن پیش میره، کارشون بسیار کن پیش میره. یک دو دونه ماشین کنه را بزن سنگم سخت برام بده زورشون نمیکشه، اون بعد 8 ماه 9 ماه مردم مزاحمت میکنه. میگه پو یک دونه ماشین دیگه این مسئله افضل سر در نظر نگرفتن. تشکر. این موضوع رو یادآور شدیم. آل کاکا فقط به عنوان آخرین فرد گفتنی های خودم میگه، باز میریم به طرف استودیو. کاکا بگو نام چی است؟ خلیفه امیر. آینگر این طرف بگیم. خلیفه؟ امیر. خلیفه امیر از آینگرای سابق. آینگر مشهور کابل است. آینگرها دیگه میل ازا که میبینم بشناسید حتما. بیخی نداره ورتون سکو دیگر سکو. کلگی مشناسید؟ شان نداره. اینجا استاد چه این شما؟ شما شاگرد خلیفه امین هستید؟ امیر هستیم. بله امیر. امیر بله. بسیار خوب. شما چند سال هستین؟ ما 73. 73. شما چند سال هستین؟ ما دیگه والا شما نکردین پس کردین 70. بعد اگر واسه معلومه دید. بسیار خوب، بگوین چقدر زمینتون بود؟ زمینتون تخریب شد، حالا کجا زندگی میکنید؟ قواله را که پیشتر که خواندی اونمو قواله ما که بابا و اجداد به ما مانده، دیگه پیسه توانایی زیر نداریم که دوتا لیاف خود ما در جای ببریم. و دوم دیگه گفته که خشت گلت ببر در خانه بوبون ببرم، در خانه ننین ببرم، در خانه خوارم ببرم، نمیمانیم تو باندیم نمیمانیم ما را سایده میرم. امی گب ما بگویم برد که نمیال کل دنیا میبینه که حالا کدام چیز از دانت نبرای. نه دیگه ما چیز نمیگو اینال ما را بیادر جان گلی پیسه که قناعت هم کرد، گفتیم برو زور ما در دولت، بیادر دولت هست، خدا کنه سر دل ما بلدوزر تیر کنه، ما چیز نمیگه. بلی قیمت که فیصله کرد آلی رو خوگری میکنه، مثل که قمار باز یک دو باق باز فرد پاتک میکنه، میگه من خوگ کنم. سخن عرض ما مانده برای تو باند برد. و دوم بگه ما گنجایش از این نداریم که برین یک جای کرا بشینیم، نادگه نه ما رقم ما را جایداد بتا ما چی کنه میشه امی جایداد بتا امی جای خودشان باشه. نه راهی منطقه ما باشه دیگه، این ولایت ما مرده مرا ایگور میکنه. نه خود همین منطقه باشه، کم دورتر. آه
آه ما دیگه جی بخشو بخشو بام که بری تشکر کاکا که وقت ما خیلی کم است فقط خیلی کوتاه بگین که وقت ما کم است. عرض مامیست که ما سه مشکل در این منطقه داریم. یکی مسئله مسجد جامع ماست که تا موز بیران کردن دیگه سرنوشش از قلاچر جوی که ماندن مسجد و مسئله قبرستان ماست که نمو تو پای در هوا ماندن ما را دوان که برو کجا برو ما کجا بریم تو دولت استین کو مسئله سوم از این مسئله خارای ماست که تایموز از ما عمل کنی ماشین کار میکنه گپ این برادر از خاک باد بالا مریض ما به خدا از حال بر اومد اما کس نه تشکر روی عزیز صحبت کرد عرض ما رو گوش کنید مسئله سوم می عرض سرک هیچ کس معلوم نکرد که چه قدر سای توسعه کو رفته مسئله چهارم اینجا رئیس نایا آمد با مشکل مردم کل شگو مخارایتون جبران گفت ایران میکنم 13 لاک و 80 هزار میتونم آل پای نک یا چه میتونم گپ زدیم کاکا جان شما نبودین گپ زدیم شما بگوین فقط ما 10 ثانیه آخر ما هستم 10 ثانیه وقت داریم عرض سرک معلوم میشه و در ضمن در اشترک 60 متر چرا یا 120 متر جای تخریب میکنن وقت سرک 60 متر چرا 120 متر چرا تخریب اینو تخریب و خانه ما که نیمش میمونه چرا پوره خانه ما رو یا استملاک میگیرن چرا نمیشه برای خود مردم متضرر نمیمونه اینا مخرب ما تشکر زنده باشین شما و میان برنامه کوتاه تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.